هزینه های گروه. سوالی که من داشتم این بود که این شورای کمیته موقت برای دعوت کردن از احزاب و گروه های دیگه برای نشست اول این اول و اصلی این شورا چه قدم هایی برداشتن و چه طرحهایی رو دارن که تمام احزاب و تمام گروه های دیگه در این نشست شرکت داشته باشن؟ این سوال من بود و اگر اجازه بدید یک حرف دیگه هم که داشتم در مورد برگزاری این شورا، من میتونم خیلی کمک های دیگه ای بکنم و اگر بتونم کمکی باشم برای این برگزاری در خدمت هستم. سپاس. متشکرم از لطفتون. جناب دکتر تقی‌زاده عزیز، میکروفون در اختیار شماست. جناب امیرخان، از این اعلامیه آخری که الان شما به اطلاع من رسوندید، من هم به عنوان یک عضو عادی این گروه متشکرم و یقینا از همراهی همکاری شما استقبال خواهد شد. دوستان ما یقینا استقبال میکنن از آمدن گروه های تازه. ولی در مورد اینکه گفتید آیا از گروه های سیاسی دیگه دعوت شده، چنین چیزی رو من شخصا نمیپسندم. شاید سیاست کمیته موقت هم نبوده، ولی اطلاع رسانی صورت گرفته. ولی اطلاع رسانی رسمی صورت گرفتن یا عام صورت گرفتن متفاوت با اینکه من به عنوان یک آدمی که یک جریان سیاسی دیگر رو میشناسم، فارغ از مسئولیت یا از طرف جماعت و گروه صحبت کردن، برم دوستم رو یا اون گروه سیاسی رو که میشناسم باش رایزنی بکنم و تشویق بکنم که بیاد به این کمیته موقت بپیونده یا از منشور حمایت بکنه یا در مجمع شرکت بکنه، فرق میکنه. این رایزنی به صورت غیر رسمی از طرف دوستان صورت میگیره، ولی از هیچ گروهی دعوت رسمی از طرف کمیته موقت نشده، چون این گروه متعلق به کسی نیست که بتونن دعوتنامه بفرستن. ولی اطلاع رسانی باید صورت بگیره. ما مثل مغازه‌دارای بازار کفاشا در تهران نیستیم که هزار تا کنار همدیگه باشن و از انجام کار همدیگه بیخبر باشن. تمام دوستانی که در گود سیاست خارج از ایران فعالن، از حضور فعالان دیگه مطلع هستند و از نقطه نظرها و ترکیب ساختاری و سازمانی اونها هم اطلاع بیش و کم یا حتی گاهی دقیق دارن. بنابراین بدون دعوتنامه هم در صورتی که آمادگی نست دوستان باشه، پیوستن اونها زمینش فراهمه. ولی دوباره تکرار میکنم، از هیچ گروه و فرد خاصی دعوت از جانب کمیته صورت نگرفته، ولی با تمام دوستانی که به نظر میرسیدن که همسو با این جریان هستن، در مورد منشور با بقیه اختلاف نظر ندارن یا طرز فکر اونها به اینها همراهه، به این جریان پیوستن. چنانکه عمل متقابل هم صورت گرفته، یعنی شاهزاده رضا پهلوی امضای خودش رو کنار خانم شورای آقاشلو در پای منشوری گذاشته که محتوای منشور با اون منشوری که کمیته موقت منتشر کرد تفاوت اصلی نداشته، برای اینکه این همگامی نشون داده بشه. در مورد پذیرایی از دوستان، این انتظار وجود داره که با آشنایی که اونها از این جریان دارن، اگر خواستن به این کمیته ملحق میشن. عرض من تمام شد. زیاد کردم، اینقدر از هر دری سخنی گفتم که احتمالاً کمی بعداً از من دلخور بشن. به حضور شما عرضم که من سر نقطه دیگری برمیگردم. اعلیحضرت تشریف آوردن لندن، از توان بالقوه، من از پتانسیل بالفعل دارم صحبت نمی کنم، از توان بالقوه، از پتانسیل بالقوه که در لندن وجود داره، در میزبانی از اعلیحضرت شما اطلاع داشتید. با توجه به اینکه خیلی از دوستان من جمله خود بنده به نحوی اطلاع رسانی کردیم که آقا ما آمادگی داریم اینجا به اصطلاح پذیرش در خور از شبه خدمت شما که اعلیحضرت، حالا من جمله الان من بگم میترسم بعضی از دوستان به ما حمله کنن، در خور پادشاه کشورم، بذارید من خیلی بدون تعارف با شمشیر خودم صحبت بکنم، ما میتونستیم اینجا از ایشون داشته باشیم.
چرا این اطلاع رسانی نشد؟ چرا اجازه ندادید که حضور ایشون در شأن ایشون باشه و ما با آبرونتر دم مجلس انگلستان حضور به هم برسونیم؟ بزرگوارم. خب استادی، خیلی از این احساس شیرین و طبیعی و گرمی که دارید من به شخصه احساس رضایت میکنم. یه توضیح اول خدمتون بدم. من در کار تدارک پذیرایی از شاهزاده هیچ نقش مستقیم نداشتم. من یک سخنگوی عادی کمیته موقت هستم. تدارکات مربوط به رفت آمد شاهزاده رضا پهلوی از طرف دفتر ایشون صورت میگیره. آقای پیرزاده این کارها رو سازماندهی و هماهنگی میکنه و ایشون هم بسیار جوان خوبی است. اینی که میگم واقعا تعریف خوبی است. من یادم میاد یک زمانی پدر مرحومم هندوانه گرفته بودم و برده بودم خونه. او همیشه تخصص خودش رو به رخ من میکشید برای انتخاب میوه دربسته و یک روز که هندوانه خوبی گرفتم تردید داشت که اون چیزیست که او مورد نظرشه. وقتی هندوانه رو باز کردن هم شیرین بود، هم زبر بود و هم قرمز و ایشون گفت این معنی هندوانه است. حالا این آقای رضا پیرزاده هم واقعا معنی آدم خوبه، آدم بیشیله پیله است، ولی گرفتاری هاش هم زیاده. مطمئنم اگر از امکان کمکی که شما از اون یاد میکنید مطلع بود از کنار اون بی تفاوت نمیگذشت. یه توضیح دیگه هم خدمتتون بدم که این در مورد شناختن رفتارها و طرز فکر خود شاهزاده است. نمیدونم که او اصلا کمترین علاقه ایشون داره به این نوع پذیرایی خاص یا اینکه میخواد تنها روی زانوهای خودش بلند بشه و این کار رو خیلی مطلوبتر میبینه. اون چارچوب هایی که ما از قراردادهای دربار و تشریفات و غیره در ذهن داشتیم ایشون رو تا اونجایی که من میبینم خیلی خوشحال نمیکنه. سر میز شام مختصری که دیشب داشتیم چون اسم من از زبان ایشون برده شد من پرسیدم که شما با کی صحبت میکنید و ایشون خیلی عادی گفتن مادرم و گفتم که لطفا سلام منم به ایشون برسونید. خب این رو ما در تشریفات دربار و گذشته نمیدونم خانواده سلطنتی به این صورت اصلا نمیدیدیم. یا یکی از بچهای تلویزیون همین امروز شاید اول صحبت هم این رو یادآوری کردم از حضور یک ساعته 45 دقیقه ایشون در تلویزیون با اینکه برای اولین بار بود که ایشون رو دیده بود خیلی مسرور بود. خود او از اصلاح طلبهای سابقه ولی حالا جوانی است که یه مسئولیت بزرگ در بی بی سی داره، مسئولیت جدی داره. او از قول همکاراش میگفت که چقدر این مرد، این نماینده جوان خوب ایران که به هر حال میراثدار پادشاهی ایران هم هست، اثر دوستانه بی تکلف خوبی روی جمع گذاشته بود. زندگی خود ایشون به یک آدم متعارفی جامعه ما خیلی نزدیکتر از اون قرارداد هست. ولی من هم یه مقدار گله‌دارم از کسانی که شاید متعارفی بودن ایشون رو به بهانه ساختار شکنی قرار میدن و بعضی حتی یک ذهنیت تلافی جوی بی احترام دارن. در همین جلسه مجلس عوام جلسه دیروز کسانی بودند که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یور اکسلنسی، به عنوان هیز ماجستی یاد میکردن، اعلی حضرت میگفتن، والا حضرت میگفتن و خیلی با احترام صحبت میکردن و این احترام در منزلت اون جماعت بود. ولی میبینیم اشخاص دیگری که روشن فکر هم هستن، مسئول هم هستن، وطن پرست هم هستن، وقتی از شاهزاده رضا پهلوی در مکالماتشون یاد میکنن میگن رضا پهلوی هم اینو گفت و با این ساختار شکنی که نیت ظاهرن مردمی نمایی درش هست میخوان از طریق شکستن یک چیز دیگر رو بسازن که اون چیز دوم اگر حتی یک گلدان هست در ذهن خیلی از آدم ها ساخته نمیشه. بین الملل وقتی اون گفتگو هم پا میگیره و از تلویزیون پخش میشه ایرانی های مسئول دیگری زنگ میزنن
و گله میکنن از اون دوستی که در اون جمع اینطوری صحبت کرده و او مأخوذ به حیا میشه و حرف خودشو پس میگیره. یک تعادلی بین این دوتا باید باشه. این نظر شخصی من هست. من بذارید یه قصه دیگه به شما بگم، وقت شما رو میگیره، ولی این تاریخ نشنیده و ننوشته مملکت ماست که یه مقدار مسئولیت ما رو از دید و از چشم یک سرباز واقعی روشن میکنه. من یک روزی همراه پادشاه ایران، همراه شهبانو در سفر بودم. شاید آخرین سفری بود که پادشاه ایران همراه شهبانو با یک گروهی داشتن و در ادامهش بازگشتی بود. تیمسار رحیمی، سپهبد رحیمی، شادروان رحیمی، من و آقای تیمسار جهانبانی در یک صفحه در یک صندلی بودیم هواپیمای شاهین. محل اقامت ما هم شبیه همدیگه بود. قبل از اینکه ما به سفر بریم در فرودگاه برای یکی از دوستان مشترک که شاید حالا او اگر تلویزیون بود صدای من رو در لس آنجلس میشنید، مشکلی براش پیش آمده بود که این مشکل رو در میان گذاشتیم و قرار شد که تیمسار رحیمی این موضوع رو از قول پادشاه ایران به تهران منتقل بکنه و رفع مشکل بکنه. این خب واگذاری پیام پادشاه ایران به آجودان شخصیش نوعی دادن اعتبار به اون سرباز مدعی سربازی هم بود. وقتی ما رفتیم به اون کشور، رفتیم به بلغارستان، شب ما میهمان آقای رهبر حزب کمونیست بلغارستان و رئیس دولت اون کشور بودیم. وقتی که رفتیم به ساختمان، من داخل ساختمان شدم در حالی که تیمسار رحیمی دم در ایستاده بود و داخل نشد. داخل جمع که شدیم اولیا حضرت ایستاده بودن، آقای دکتر نهاوندی بودن، 3-4 نفر دیگه و مرحوم تیمسار جهانبانی هم زیر این پلکان ساختمان دو طبقه که به هر حال محل اقامت خانواده سلطنتی بود ایستاده بود. حضرت همیشه وقشناس بودن، خیلی وقشناس بودن، منضبط. دستشون به این جیبی بود که توش عینک میذارن، از پله‌ها در حال پایین آمدن بودن و نادر جهانبانی سرش رو بالا کرد و گفتش که علاوه بر شما دیر تشریف بودید و ایشون هم یک سری تکان دادن و برگشتن. بعد از 5 دقیقه وقت زمان لازم رسید و ایشون آمدن و ما حرکت کردیم به سمت اون جایی که قرار بود مراسم رقص محلی بلوارها صورت بگیره و یک مراسم دیگه. تصادفاً من و تیمسار رحیمی، مرحوم سپهبد رحیمی، کنار هم نشسته بودیم. نادر جهانبانی به طلب من گفت که این مجلس رقص خسته کننده است، میخوای بریم بیرون. یک هتلی داشتن در اون شهر که کارکنان هواپیمای همراه علی‌حضرت هم اونجا بودن و خانواده سلطنتی، و شاید اون فکر میکرد که میشه مثلا یه دیوان آبجو خورد یا تفنن بهتری کرد در خارج از این مراسم رسمی. قبل از اینکه من خارج بشم با تیمسار رحیمی یک درگوشی گفتم که آیا ایشون هم میاد. شوخی میکردم، میدونستم که او نخواهد من، که جوابم رو گرفتم. ولی ازش پرسیدم که وقتی که من رفتم تو این اتفاق داخل تالار افتاد و نادر خیلی با حالت دوستانه ولی با رعایت احترام یک چنین نکته‌ای رو به علی‌حضرت متذکر شد، چرا شما داخل هم نیومدید؟ یک سری تکان داد. البته این حالت سربازی رو من زمانی که ایشون فرماندار نظامی تهران هم بود در موقعیت دیگری از او دیدم، تکرار این حرف که من چه هستم. اونجا به من تیمسار جهانبانی گفتش که میدونم که عنایت علی‌حضرت به من زیاده، ولی تیمسار جهانبانی بخشی از، گفتم که تو حقیقتم این بود، تیمسار رحیمی در حدود 3 ماه درجه سپهبدیش قدیمی تر از تیمسار جهانبانی بود، بنابراین ارشد نسبت به تیمسار جهانبانی محسوب میشد و هر دو در اون سفر ژنرال آجودان پادشاه ایران بودند. گفتم با وجود ارشدیت داخل ساختمان هم نیامدی، در حالی که تیمسار جهانبانی داخل بود. گفتش که درسته، ولی تیمسار جهانبانی خانواده پادشاه ایران است با لفظ شاهنشاه، من سرباز ایشون هستم.
اگر ایشون به من عنایت داره، من نبایستی که حد خودم رو فراموش بکنم. این تأکید به سربازی رو یک بار تیمسار رحیمی در تهران هم در جریان فتنه موسوم به انقلاب در جای دیگری تکرار کرد. من با الگو گرفتن از ایشون این حرف رو دوباره تکرار میکنم. امیدوارم. خب با درود مجدد، خسته نباشید. واقعا من لذت بردم از پاسخ‌ها. خدمت رو عرض بکنم که سوالاتی رو که مطرح میکنم قبلا توضیح دادم، بیشتر سوالاتی است که برای دوستانی مطرح است که در غیاب شماها از امضا کننده ها میپرسن، در غیاب شما اعضای هیئت موقت. آنچه که من امروز متوجه شدم شما اظهار کردید، مطرح کردید که شما به عنوان سخنگوی هیئت موقت در حال پاسخگویی هستید. آیا برای تعیین سخنگو، این سوال من است، آیا برای تعیین سخنگوی هیئت موقت دعوا شد، خونریزی شد، انشعاب شد، مشکل به وجود اومد و یا مسائلی از این قبیل؟ این رو که من میپرسم جدا سوال یکی از کسانی است که براش خیلی اهمیت داشت که امضا کنه، به همین دلایل امضا نکرد. خواهان به اصطلاح پاسخ گفتن به این سوال هستم. ممنون. کسی شهید شد خون خیلی صورت گرفت. بله، باور کنید که این سوالات مطرح است با عنوان کسانی که پاسخ این سوال رو دارید، ولی مطمئنا باید به شما اطمینان بدم که هیچ خون گرمی ریخته نشد و آثار خونریزی سر رو هم من احساس نکردم. یکی از کسانی که عضو کمیته موقت بودن داوطلب شدند که اون دوست جوان ما یک رأی بود و دو رأی هم از همین گروهی که متعلق به ایشان هست، آقای فروتن، با آقای فروتن دادن، با اینکه آقای فروتن داوطلب سخنگو بودن نشدن، چون به تمایل گروه یا اعتقاد داشتن یا آشنا بودن یا اینکه از پیش تصمیم خودشون در این مورد گرفته بودن. و من معترض شدم که حتی چرا بایستی که شمارش آراء دیگران اعلام بشه. این وقتی ما، یعنی توضیحم اصلا اونجا این بود که واقعا رفتار خود من هم هست، اگر که دعوتی از کسی برای کار با اجماع صورت بگیره، طبیعتاً پذیرفتن اون شخص مطلوب‌تره و اون میتونه با این مأموریتی که میگیره یا به قول فرنگی‌ها مندیتی که میگیره از جماعت، بتونه با اشکال کمتری از طرف اونها این مأموریت رو اجرا بکنه. و خیلی مناسب نیست که مثلا بگن آقای حسین 22 رأی از 24 رأی رو آورد یا از 25 رأی رو آورد و آقای دیگری 2 رأی رو آورد. ما اون تو کسانی هستیم با پاگون‌های شبیه هم یا ستاره‌های شبیه هم و مساوی که مسئولیت‌های متفاوت به عهده‌مون واگذار میشه. اگر این تکلیف شد انجام می‌دیم. بنابراین دلیلی نداره که بگم من 2 رأی بودم یا تو 14 رأی بودی و یا دوست دیگری 1 رأی بود. رأی هیچ کس هم از دیگری در تصمیمات بعدی پررنگ‌تر طبیعتاً نمی‌بود و نباید هم باشه. به هر حال بدون خونریزی این انتخابات صورت گرفت و من با رأی تقریبا اکثریت قاطع اعضای کمیته موقت این مأموریت بهم واگذار شد، ولی در فاصله اندکی ظاهرا کنار رفتن بعضی از دوستان کلید خورد. شاید این انتظار به صورت دیگری وجود داشت که برای یک یا دو تن از دوستان پیش نیامد، ولی مطمئنن با وجود احتمال نارضایتی یک یا دو تن از دوستان قدیمی تر، خونریزی در کمیته موقت و در جریان واگذاری مسئولیت سخنگویی موقت کمیته موقت به من. سپاس از وقتی که برای ما گذاشتید. میشه ما واقعا شرمنده، میدونم که توقع بسیار زیادی کردیم از شما، این همه مدت شما رو پای خط نگه داشتیم، این همه سوال پرسیدیم و این همه از شما فراز و نشیب در گفتار دیدیم.
و پاسخهای متفاوت. اما آیا این درست است که عده‌ای از دوستان به طور داوطلب، من جدا این رو عرض میکنم، مورد دل ناراحتی من شد وقتی این رو از زبان کسی شنیدم، عده‌ای از دوستان آمدند و تقاضا کردند که در شورا باشند، به حضور شما عرضم که به دلیل اینکه گروه آنها در هسته مرکزی بیش از 7 نفر نبوده به شورا پذیرفته نشدن، در حالی که اینها مثلا طرفدارهای حدود 200 نفر 300 نفر هم داشتن، به عنوان هوادار در گروه همکاری میکردن. این مربوط به مسئله به لندن مربوط میشه و پاسخی است که من برای اون دوستم خواهم گفت. متشکرم از شما. سپاسگزارم جناب دکتر، بفرمایید. تشکر میکنم، در اختیار شماست. فکر خوبی بود که میتونه بدون نقص نباشه، ولی در اصل فکر بدی نبوده که از هر گروهی فارغ از اندازه اون و تعداد اعضای کادر مرکزی یا طرفداران در کمیته موقت 2 نفر نماینده باشن. این 2 نفر نماینده برای انعکاس نقطه نظرهای اونها بود و همینطور مشارکت دادن اون گروه در کمیته موقت، و تعبیر این بود که اگر اون گروه که 2 نماینده در کمیته موقت دارن تعداد اعضاشون زیاد هست، اونها میتونن در مجمع شرکت بکنن و بر اساس 1 نفر 1 رأی نمایندگان بیشتری در گروه انتخابی داشته باشن. ولی در کمیته موقت اصل رو بر مشارکت مساوی بگذاریم، چون فقط این مشارکت انعکاس نقطه نظرهای اونهاست. بر این اساس گروه هایی که شما از اون یاد کردید، تعداد نمایندگانشون در کمیته موقت تعداد محدودی بود. البته کسانی بودن که عضویت گروه دیگری رو. خب مرادی، صدای شما میکده شد. صدای من خوبه؟ من خواهش میکنم. من صدای شما رو میشنیدم، توضیحات خودم رو هم گفتم، ولی زیر صدای خودم صدای شما شنیده میشد که تصور میکنم مخلوط شدم با هم دیگه. نمیدونم بایستی اون نکات گفته رو دوباره تکرار کنم یا اینکه شما صدای من رو شنیدید. من صحبتم تمام شد، بفرمایید که من صحبتم شنیده شده یا خیر. نه، ما صدا شما رو نداشتیم. لطفا تکرار کنید اگر امکان داره. بفرمایید، خواهش می‌کنم. از سیاق ملا نصرالدین که خودش رو من عرض کردم، به سیاق ملا نصرالدین که خودش رو در مرکز دنیا میدید، وقتی از او پرسیدن که مرکز دنیا کجاست، من هم فکر میکنم از اینجایی که هستم قابل دیدنم. تعجب میکنم که شما برای پیدا کردن من دچار مشکل شدید. اگر به هر کدوم از این برنامه‌های آقای میبودی یا تلویزیون اندیشه آقای فروزنده مراجعه بکنید، آدرس و وسیله تماس من رو دارن. ضمناً کمیته موقت هماهنگی هم ایمیل من رو با کمال اشتیاق در اختیار شما قرار میدن. اگر که به من ایمیل بفرستید، من مستقیم میگیرم و با اشتیاقم به شما جواب میدم. الان الف به گفتن آدرس ایمیل هم سخته، ولی برای اینکه فقط حضور ذهن داشته باشید، آر تقی‌زاده است بدون اچ در آخرش، نقطه هم بین آر و تی تقی‌زاده نیست که رضا تقی‌زاده خواهد بود، بدون اچ در آخر، @aol.com. اگر که این ثبتش دشوار هست، از همین 2 راهی که من خدمتتون گفتم پیدا کردن این آدرس دشوار نخواهد. مرسی، ببخشید. با درود و سلام و احترام به همه و سپاسگزاری مخصوص از شما جناب تقی‌زاده که فرصت گذاشتید و صادقانه جواب همیهنان رو دادید. من سوالی ندارم، اما یک پیشنهاد دارم. اگر اشکالی نداره خانم آنیتا مرادی، من پیشنهادم رو بگم خدمتشون. اولا جناب تقی‌زاده، امیدوارم که شما در این مسافرتی که دوستان از کمیته موقت به لس آنجلس میان، شما هم حتما تشریف داشته باشید، چون به هر حال اینجا هم
یه مقدار تدارکاتی دیده شده برای همین حمایت از شورا و این منشور برای دعوت از مردم، و به نظر من متاسفم که نخواهید، برای که به نظر من بعد از 33 سال به هر حال کارهایی که کردین علیه جمهوری اسلامی، درایت سیاسی با انرژی جوانی با هم یه تفاوتهایی داره و من خوشحالم که امروز جوانها به میدان آمدن و انرژی دارند، و ولی با دو تا مسئله که دیدم اینن، این درایت سیاسی که شما در جواب ها داشتید و به عنوان سخنگو و دیدید در یه اتاق 100 و چند نفره چقدر سوال ها به صورت چیز بود، حالا شما ببینید اگر با همه مردم آدم با یه جماعتی روبرو بشه، این درایت شما به نظر من بیشتر به نفع این مسئله برگزاری خواهد بود. این رو فقط از روی تجربه خدمتون گفتم. بعدم شما در صحبتاتون گفتید که این جمع‌آوری کمک های مالی از مردم، مثل مثلا زدید آقای اوباما رو، من خواستم این پیشنهاد رو بکنم که خواهش میکنم شما این پیشنهاد رو به شاهزاده رضا پهلوی بگید که امروز با سیاستی که جمهوری اسلامی داره کرده و انجام داده و عدم اعتمادی که بین ما ایرانی ها پراکنده کرده، در مورد یه همچی کار بزرگی یا یه چند تا از تجارهای آزادی های ایرانی باید این کار بکنن، مثل همون اسپردارینا که ایشون حتما میدونن راجب چی شما میگید، و یا این که اگر مردم قرار کمک کنن، ایشون هم باید حساب رو یا سرپرستی این حساب رو رسما اعلام کنن که با خودشونه، یا خودشون یا شهران فرای پهله، که مردم اعتماد بکنن و زودتر این کار انجام بگیره. من این پیشنهاد رو دارم، نمیدونم صدام قطع شد یا نه، چون یه به آلارت اومد از پرتاک روی صفحه صدا هست. این پیشنهاد رو خواهش میکنم به ایشون بگید، و به خاطر همینم اگر این گونه انجام بگیره، من فکر میکنم که زودتر و بیشتر و بهتر مردم از فلعمل نشون خواهند داد. در حال با امید پیروزی همه مردم ایران و سرافرازی شاهزاده رضا پهلوی در این راه، امیدوارم شما هم پرتوان باشید، و من خیلی ممنونم از این درایت شما و از این صداقت شما در جواب ها. مرسی که گوش کردید. مایکرو آزاد.